অ Moগt <lightweight> <s filtrate> نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر هستین جور سعادتمند باشین شاگردای عزیز و مضمون ریاضی صنف هشتم خوش آمدین خب شاگردای عزیز و گرامی ریاضی صنف هشتم ما شما با هم میخوانیم فصل چندم فصل پنجم قضایای مثلث هستیم درس سوم بخیر ما و شما امروز میخوانیم. اما امروز هدف درس ما و شما چی است قضایای مثلث قائم الزاويه سیست است یعنی یک مثلث قائم الزاويه اگر ما و شما داشته باشیم قائم الزاويه یعنی چی یعنی یعنی مثلثی که یک زاویه 90 درجه داشته باشد سیست به اون میگیم مثلث قائم الزاويه درست است خب اگر یک مثلث قائم زاویه داشته باشیم ما و شما امروز دو قضیه در رابطه با مثلث قائم زاویه میخوانیم درست است خب قبلی که بریم سر تخته و شروع کنیم که مثلث های قائم زاویه چه قضیه های روی از او برقرار است کارخانگی را به ما روان کردیم یا نکردیم شما باید کارخانگی را از طریق واتساپ نمبرش هم چی است 2964 780 255 40 13 میتونید به ما روان کنید و اگر کدام سوالی دارید میتونید از ما پرسان کنید از طریق خمی نمبر که به شما خواندم خب شاگرد عزیز پس میریم سر تخته و دو قضیه را امروز ما و شما با هم دیگه میخوانیم قضایای مثلث قائم زاویه خب ما دو قذر گفتیم ما هم دیگه میخوانیم قضیه 1 من نوشتم میکنم پس قضیه یک قبل که قضیه رو بگیم مثلث قائم زاویه کی میدانیم چی است مثلث قائم زاویه یک مثلث است که چی است زاویه 90 درجه دارد یک تا دارد دیگه یک مثلثه بهشک به میگیم مثلث قائم زاویه که زاویه چند درجه دارد 90 درجه به مثلث ها میگیم مثلث های قائم زاویه سیست و با دقت کنید با زل رو برو با زاوی قایمه یعنی زل بزرگترین زل به چی میگیم به این میگیم وتر وتر یا وتر مثلث هم گفته میشه بعضیا وتر میگه بعضیا وتر میگه فرقی نمیکنه پس در مثلث قائم زاویه شما فهمیدیم چی هست دیگه مثلث یک زاویه 90 درجه داشته باشد و با بزرگترین زل یا زل رو برو نو درجه با زاویه 90 درجه ما میگیم وتر مثلث خب پس مثلث قائم زاویه میفهمیم چی است اول قضیه یک چی میگه قضیه یک میگه که اگر ما شما با خود کلانتر بکشم کم خورده است به این شکل میکشم خوده راوی نوید درجه رو من به اینجا کشیدم سیست در اینجا راوی 90 کشیدم سیست فرق نمیکنه این باشد A ای باشد بی و این باشد سی پس یک مثلث چی است قائم و زاویه و زاویه 90 درجه در, رأس است صحیح است یک مثلث قائم زاویه داشته باشیم وتر ما بشه مالی سی میشه وتر خب میگه که قضیه یک میگه که اگر ما بیایم ارتفاع بالای وتر را رسم کنیم. ارتفاع رو خب میفهمین ارتفاع از رأس مقابل به وتر ارتفاع به این شکل است که زاویه از او باید چند درجه باشد باید 90 درجه باشد او میشه ارتفاع من نامش H میمونم صحیح پس من اگر ارتفاع بالای وط را رسم کنم مثلث من به دو مثلث دیگه تبدیل میشه خودش نگاه کنید این مگه یک خط در نظر بگیرم دو تا مثلث قائم زاویه دیگه خودش جور میکنه در اینجا که 90 باشه ای برم چی است ای برم 90 درجه است دیگه چون یک خط راست 180 ای برم 90 باشه اون برم باید چه باشد 90 درجه باشد سیست پس دو تا مثلث قائم زاویه خوردتر به ما جور میکنه و قضیه یک میگه که دقت کنید قضیه یک میگه که میگه که البته من قبل قضیه یک بگم من قبل کی رو بگم ما میگیم که این دو مثلث خوردی که جور شده با مثلث کلان با مثلث ABC چیست چی است متشابه است هر کدامش یعنی مثلث خرد سمت چی سمت چپ ABH ای بی با مثلث ABC متشابه میشه و از او باز ما از نتیجه از او قضیه که میگیریم سیست پس من اول ثبوت میکنم که این مثلث خورد سمت چپ ABH ای با ABC چیفت متشابه است و همچنین مثلث خورد سمت راست ACH ای متشابه است با ABC. ای پس این هر مثلث خوردی که جور میشه هر کدامش با مثلث کلان متشابه میشه هم سمت چپ هم سمت راست و نتیجه میگیریم که شاگرد عزیز دقت کنید که این هر خودشان هم با هم چی است متشابه است متشابه میشه پس اگر ما بیایم ارتفاع بالای وتر در مثلث قائم زاویه را رسم کنیم شکل ما به دو تا مثلث خورتر قائم زاویه خورتر جور میشه که این مثلث های با مثلث کلان متشابه است و خود از یردان با دیگه چی میشه متشابه میشه سعیست پس ما این را ثبوت میکنم ما اول ثبوت میکنم که مثلث دقت کنید مثلث خورده سمت چپ با چی با مثلث کلان متشابه میشه پس ما این را کنیم پس چی میشه ABH باید تصدیق کنم ABH با ABC متشابه است خب اینه که به خاطر که کنم تشابه یا تا در سال گذشته بود دیگه نه تشابه دوتا مثلث ها متشابه بودن دوتا تا مثلث چطوری که اثبات میکنیم یک حالت سه عالد داشتم یک حالت شی دو زاویه مساوی مگر نشان بدم دو زاویه از یک مثلث با دو زاویه از دیگر مثلث مساوی باشد نتیجه میگیریم که دوتا تا مثلث ما شما چی میشه متشابه میشه خب زاویه H من این بگیرم h یک. زاویه اچ با زاویه چی است مساوی سردی چند درجه است 90 درجه در مثلث خور زاویه اچ در مثلث ای بی سی زاویه ای چند درجه میشه 90 درجه پس من نوشتم میکنم زاویه اچ مسا... مساوی با زاویه ای و اردوش چند درجه است 90 درجه پس یک زاویه دریافت کردم خب یک زاویه دیگه شاگرد عزیز اگه دقت کنید زاویه بی مشترک است هم به مثلث خرد است هم به مثلث کلان پس زاویه بی مساوی است با زاویه بی نوشته بکنه مشترک صحیح است خب همین دو زاویه دریافت کردم دیگه پس ما میتونیم از این هر دو نتیجه بگیریم که چی است نتیجه بگیریم مثلث کوچک ا. بی اچ ای مثلث متشابه است این علامه چی بود علامه تشابه با مثلث کلان ABC بی سی C بی سی حالت دو تا زاویه خب شاگرد عزیز از درس گذشته درس پارسال گذشته یا تا نفس دو تا که متشابه باشد از لای از چی است متناسب است میتونیم نسبت جور کنیم دو تساوی دو تا نسبت میگیم چی متناسب صحیح پس از لای متناسب است من تناسب از لای رو نوشته میکنم یعنی چی ما از مثلث خرد نوشته میکنیم دقت کنید وتر از چی است وتر مثلث خرد ای بی است پس ما در نتیجه من با دیگه رنگ نوشته مثلث خرد وترش میشه AB بالای وتر مثلث کلان وتر مثلث کلان چی میشه بی میشه بالای BC. سی صحیح است مساوی است با فرمول چی رقم شد دیگه نه وتر مثلث خرد بالای وتر مثلث کلان خب و این باز دقت کن شاگرد از این دقت کنید این مثلث خرد سمت چپ نگاه کنید یک وتر داریم یک زل خرد ترک داریم یک زل متوسط داریم وتر که اصلا کلان تر است BH اچ خرد است باز ای اچ از BH اچ کلان تر است کمی صحیح است پس ما کوچکترین زل میمانم BH. اچ کوچکترین زل بی اچ ما و شما بالای چی بی بالای کوچکترین زل مثلث کلان چی میشه ای بی میشه دیگه صحیح چون AC سی یک کم کلان تر است بی سی که وتر ماست است بی از AC سی کم خورتر است پس بالای ای میشه صحیح خب دیگه چی و دیگه زل دیگه میمونه ای اچ میمونه H از مثلث خورد از مثلث دیگه میشه AC سایس پس دقت کنید چه گرد عزیز ما و شما ثبوت کردیم که این مثلث خورد سمت چه با مثلث کلان ABC چی است متشابه است که ما دلیلش هم نشه که دو زاویه مساوی خب وقت متشابه بود تساوی چین تناسب اجزای متناظر نوشته کردیم یا میگیم تناسب اضلاع نوشته کردیم صحیح است خب دقت کنید یک بار دیگه برداشت می‌کنیم بفهمیم گفتم از مثلث خرد ما و شما وتر ما و شما ای, ای بی است ای سیست بالای چی؟ بالای وتر مثلث کلان چی است؟ بی سی بی بالای بی سی. از مثلث خورتر ز... کوچکترین زل بی اچ از مثلث کلان کوچکترین زلش میشه AB بی سیست؟ خب پس چی میگیم؟ پس شد AB بی زب شد BH اچ بالای AB بی و مساوی است با با زل سوم از مثلث خورتر شده ای اچ بالای چی؟ ای سی از زل سوم از مثلث کلان خب آلی ما شما چی داریم تناسب داریم میره میتونیم طرفین وسطین بکنیم یک از خصوصیات تناسب میسته دیگه نه وسط این اگر بسازیم چی میشه با اون مثال ما دقت کن شاگرد عزیز ما میایم انی اردوره از این اردو تناسب جور میکنم طرف وسطین میکنم یا وسط کار ندارم فعلا اولی صورت ازی در مخرج از زر میکنم مفایسه با صورت در مخرج ازی و در نتیجه چی میشه چون جوینت اسم ما اینجا نوشتم در نتیجه میشه ای بی زب در ای سی تر مسجد میشه ای بی زب در سی مساوی است با AH ایچ در بی سی ای اچ زبدر بی سی این قضی اول است قضیه اول ما نتیجه شی نیست ای چی میگه؟ میگه که در یک مسلس قایم زاویه در یک مسلس قایم زاویه ما شما اگر به این را چی کنیم؟ وطر بالا ارتفاع بالای وتر را بگیم ارتفاع بالای وتر رسم بسازیم دو تا مثلث قائم زاویه کوچکتر جور میشه که خود از یا با هم دیگه و با مثلث کلان چی میشه متشابه میشه و در نتیجه در نتیجه چی میگیم ای بی در AC. سی پس دقت کن قضیه یک میگه که AB بی در AC مساوی میشه پس این دو زل دقت کن در مثلث کلان وتر کار نداریم AB بی در AC سی میشه با AH اچ در بی پس ah ضرب در bc یعنی ضرب حاصل ضرب بین دو زل غیر وتر مسایی میشه با ضرب ارتفاع بالای وتر سهیست. پس پس قضیه یک است قضیه یک میگه در مثلث قائم زاویه ما چی داریم ab ضرب در ac مساوی است با ah ای ضرب در bc پس قضیه یک ثبوت شد که براتون کردیم هم ثبوتش سو میده شد دیگه. شده پس پادشاگرد عزیز قضیه یک به شد که اگر ما و شما یک مثلث قائم زاویه داشته باشیم مثلث قائم زاویه داشته باشیم میتونیم ثبوت کنیم که دو تا مثلث خوردی که ایجاد میشه اون او مثلث هم قائم زاویه است زاویش 90 درجه است چون ارتفاع زاویش 90 درجه میشه او دو مثلث با مثلث کلان و با همدیگه چی میشه متشابه میشه و نتیجه گرفتیم یک نتیجه چی گرفتیم که AB ضرب در AC مساوی است با AH با ضرب در BC صحیح است پس قضیه یک خب شاگرد عزیز من تخته رو پاک می کنم. قضیه دوم براتون میگم چی است و یک تا مثال کار میکنیم بخیر پس ما تختر با کنم قضیه دومم کار کنیم خب شاگرده عزیز قضیه دو قضیه دوم چی است در مثلث های قائم زاویه گفتیم که اگر ما ارتفاع بالای وتر را رسم کنیم دو مثلث قائم زاویه خورتر جور میشه او با هم دیگه و با مثلث کلان چی میشه متشابه میشه ثبوت کردیم دیگه نه مثلث سمت ما ثبوت کلان متشابه است حالا شما میتونید مثلث سمت راست هم ثبوت کنید که مثلث کلان متشابه است پس من نوشتم میکنم پس مثلث A بی اچ متشابه میشه با مثلث کلان مثلث کلان ای بی سی این رو ثبوت کردیم نه باز به همین طریق شما میتونید ثبوت کنید مثلث سمت راست یعنی ای سی اچ ای سی اچ متشابه میشه با مثلث کلان A B C از یه اردو ما تونیم نتیجه بگیریم مثلث خورد سمت چپ با مثلث کلان متشابه است مثلث خورد سمت راست با مثلث کلان متشابه است پس تونیم نتیجه بگیریم که این ای دو مثلث با هم دیگه چی است متشابه است چون اردوش با یک مثلث متشابه است است. این مثلث با ای متشابه است یعنی با ای متشابه است پس در نتیجه تونیم نتیجه بگیریم که اردو خوردان با هم دیگه چی است متشابه است یعنی میتونیم بگیم که A مثلث ABH. متشابه است با مثلث A صحیح است؟ از ثبوتش بسیار آسان است ما اول یک کردیم. کردم دومین شما خودتون میتونید ثبوت کنید ثبوتش آسان است دیگه میگین که چه زاویه H2 این اگر دو بگیریم برای دومی میخوایم ثبوت کنیم زاویه H2 با زاویه A مساوی 490 درجه است زاویه C هم چی است مشترک است هم به مثلث خرد سمت راست است هم بر مثلث کلان سیست پس دو مثلث با هم چی میشه متشابه میشه بس ثبوت از ماسان است مشابه چی است ثبوت اول خب ما اولی ثبوت کرده بودیم حالی از هر دو نتیجه میگیریم که این هر دو مثلث خودش با همدیگه چی است متشابه است وقتی متشابه است باز دوباره تناسب از لا رو میتونیم نوشته کنیم بین این مثلث سمت چپ و مثلث سمت راست نوشته میکنم خب در مثلث سمت چپ شاگرد عزیز در مثلث سمت چپ کوچکترین زل ما و شما چی است بی است پس بی بالای کوچکترین مثلث سمت راست کوچکترین زل مثلث سمت راست چی میشه ای میشه صحیح پس بالای AH مساوی است با فهم شد دیگه نه BH کوچکترین زل از سمت مثلث سمت چپ بالای کوچکترین زل از مثلث سمت راست شد ای حالا زل دوم زل متوسط از مثلث سمت چپ AH میشه AH بالای زل متوسط از مثلث سمت راست که چی میشه میشه سی اچ صحیح است بالای CH. خب آل وتر وتر ما و شما چی است وتر از این مثلث سمت چپ میشه ای بالای مثلث سمت راست میشه ای با پس ای بالای ای سی شاگرد عزیز دقت کنید یک نکته بسیار مهم است وقتی ما تساوی تناسب اجزای مثلث ها رو نوشته می باید فکرمان باشد که ما در نسبت اول که ما آمدم بی کوچکترین زل از مثلث سمت چپ در صورت نوشته کردم بالای اچ کوچکترین زل از مثلث سمت راست نوشته کردم در دومی هم باید به با اون باشد زل مثلث کوچک باید در بالا باشد باز مثل زل مثلث بزرگ در بالا نوشته نکنی یا نوشته نکنی سی اچ بالای اچ غلط میشه صحیح پس ما میتونم زل مثلث بزرگ بالا نوشته بله به شرطی که همه از اینا همه بالا نوشته کنم مثلث کوچک پایین مثلثه کلان چی بالا بالا نوشته کنم صحیح است پس من مثلث سمت چپ از زلاش که در بالا تا آخر تا آخر کلا در سمت در بالا میمونم در صورت میمانم. پس یک تا نسبت را بگیم مثلا بی از مثلث سمت چپ ما بالا بونم اما در نسبت دوم از مثلث سمت راست در صورت بونم غلط میشه صحیح فهمید چی رقم شد دیگه نه پس شاگرد عزیز ما تا نسیم چی تصاوی نسبتار نوشته کنیم خب الی من از این اول از ای اردوی اول اگر بیم چی کنم شاگرده عزیز؟ از این اردوی اول من طرف وسطین این کنم چی میشه؟ طرف این بسازید میشه H در H میشه H مربع پس در نتیجه H در H میشه H مربع مساوی است با BC زب در CH BC زب در CH پس این قضیه دوم ما و شما اینیسته اینی نتیجه شست. یعنی مربع است پس قضیه دو چی میگه میگه که در مثلث قائم زاویه ما چی داریم ای اچ مربع ای اچ مربع مساوی است با بی اچ ضرب در سی اچ پس چی شد قضیه دوم پس قضیه دوم فهمیدیم قضیه دوم میگه که اگر ما ارتفاع بالای وتر رسم بسازیم امو وتر امو ارتفاع ارتفاع ما و شما اچ مربع بسازیم چی میشه میشه دو قطعه که ایجاد میکنه روی وتر ضرب از هر دو با مربع ارتفاع مساوی است خب حالا این چه کاربرد دارد کاربرد از این چی است من تخته رو پاک میکنم، یک تا مثال کار میکنیم تا متوجه باشین صحیح کاربرد از این قضیه به چه شکل میباشه پس تخته رو پاک میکنم، یک مثال هم کار میکنیم درست است خب شاگرده عزیز یک تا مثال کار میکنیم از کاربرد بردم قضیه هایی که خواندیم. پس مثال یک مثال از خاموزاویه به ما و شما میتر به این شکل به عنوان مثال یک مثال از خاموزاویه به ما و شما میتر شکل این زاویه قایم است این باشد A ای، در اینجا باشد B در اینجا باشد C و وطر بالای وطر میگم ارتفاع بالای وطر به ما و شما داده اینجا زاویه چند درجه است؟ 90 درجه است پس یه چی است؟ در باشد H پس ارتفاع بالا وقت به ما و شما داده و سوال گفته که اگر ای باشد چار سهیست سی اچ باشد چار ای اچ باشد نو سهیست پس سی باشد چار ای اچ باشد نو گفته که بی اچ دریافت کنید که من این نامش میگیرم ایکس گفته ایکس دریافت کنید و وای و زیده گفته دریافت کنید پس بی سی هم وای است و ای بی هم زید گرفته گفته ای ارسی دریافت کنیم x وای زید یا رو دریافت کن جوابش چند میشه خب ما میتونیم دریافت کنیم اصلا قضیه کمالی خواندیم گفتیم که قضیه دوم قضیه دوم چی گفتیم گفتیم وقتی که ارتفاع بالای وقت رو رسم کنیم قضیه دوم چی میگفت میگفت امی ارتفاع مربع مساوی است با این قطایی که جدا میشه روی ارتفاع یعنی ما 4 ضرب در 9 سازم میشه x مربع صحیح پس امی ارتفاع مربع یعنی x ما و شما مربع پس البته بون من نوشته کنم که x مربع که قضیه دوم دو مساوی دو با 4 ضرب در 9 پس 4 ضرب در 9 خب x مربع مساوی با 4 9 36 پس x چند میشه x میشه جذر 36 مساوی است با 6 پس x تا نشون دریافت کنیم x چند شد x شد 6 خب علی گفته وای و زید دریافت کنید خب وای و زید اگه دریافت کنیم ام میتونیم شاگرد عزیز از قضیه یک استفاده کنیم قضیه یک خم بود قضیه یک میگفت که چی وای زبدر زید نصایسته سبا ارتفاع بالای خود وطر سایست ولی خب یک کمی مشکل کار ما رو سخت‌تر می‌کنه ما می‌گیم چی کار می‌کنیم از قضیه فیثاغورس فیثاغورس خواندیم دیگه در سال گذشته ما و شما بود دیگه خب این 4 است این یک صد درجه کردیم 6 این زاویه چند درجه است 90 درجه یک مثلث قائم زاویه است دیگه خب وقتش وای است ای هم به سمت زید هم مشک میشه 9 مربع 6 مربع جمع می‌سازیم صحیح پس ما وای و زید از رابطه فیثاغورس میتونیم دریافت کنیم از رابطه فیثاغورس پس چی میشه پس وای مربع ما و شما وای مربع مساوی است با 4 مربع جمع x ما شما چند درف شد؟ شش، شش مربع پس وای مربع ما و شما مساوی چار مربع شانزه جمع شش مربع هم سی و شش سیست پس وای مربع ما و شما چند میشه؟ شانزه، سی و شش، شش شش دوازده میشه سی چل پینجا و دو سیست؟ و دو پس وای ما و شما چی میشه؟ میشه جذر پینجا و دو پس وای تانیسن دریافت کنیم پس وای ما و شما چند شد؟ جذر پینجا و دو x ما و شما چند شده بود؟ شده بود 6 و هم میتونه باز با رابط با قضیه دریافت کنیم سیست این مثلث سمت مثلث بالا میشه دیگه مثلث قایم زاویه است 6 مربع جمع نو مربع پس زید مربع ما و شما زاید مربع مساوی با 6 مربع جمع نو مربع خب زید مربع چی میشه؟ 6 مربع میشه 36 جمع نو مربع میشه اشتاد و یک. خب جمع بسازین 8 و 3 میشه 11 100 و 6 100 میشه صحیح؟ است پس زید مربع مساوی است با صحیح دیگه میشه 100 و و هم میشه 7 میشه 100 و پس زید ما و شما چی میشه پس زید ما و شما مساوی است با جذر 117. صحیح؟ پس ما زید هم تانستیم دریافت کنیم جذر 117. صحیح؟ پس فهم نیچی رقم شد دیگه نه پس شاگرد عزیز یک تا مثال هم کار کردیم از این قضیه دو استفاده کردیم پس در کارخانگی در امتحان به خیر ما شما سالار رو کار کنیم درست است پس بسیار آسان است دو قضیه رو ما شما در درس امروز گفتیم که اگر ما ارتفاع بالای وتر در مثلث قائم زاویه را رسم بسازیم یا داشته باشیم خب گفتیم وتر دقت کنید وتر اگر ضرب در امی ارتفاع بسازیم وتر ارتفاع ضرب او دیگه میشه یعنی ای بی در بی میشه و قضیه دوم چی میگفتیم؟ میگفتیم که وطر سیست درست است وطر مربع وطر میگم ببخشید وطن امی ارتفاع ارتفاع بالا وقت ارتفاع مربع سیست مفاهیم میشه با یعنی ضرب دو قطه که از این استفاده کردیم ما شما ارتفاع ما و شما ام X است ایکس مربع میشه این قطه CH ما شما 4 است H اچ ما شما 9 است 4 ضرب در 9 سیست شد 36 سی که x هم دریافت شد چند 6 سیست پس فهمید چه رقم شد دیگه خب شاگرد عزیز پس این هم یک مثال کار کردیم از کار بردم این دو قضیه که ما با شما خواندیم. خب شاگرد عزیز پس درس ما شما امروز خلاص میشه قضای مثلث قایم زاویه ما شما دو قضیه رو با هم دیگه چی شد خواندیم سیست پس من تیک مارک میکنم اما بحث کار خانگی تمرین های صفحه 114 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید در طریق چی از طریق واتس اپ بگین خودتان 2096472805413 درست است خب شاگرد عزیز و گرامی پایان درس سوم از فصل پنجم به خیر ما و شما درس بعد درس چهارم با هم دیگه میخوانیم شاگرده عزیز مانده نباشین بخیر باشین چما رو به الله پاک می